أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة وقرض. حکم زکات قرض چیست؟ فقهای اسلام زکات قرض را بر دو قسم تقسیم کردند. یکم قرضداری که به ادای آن قادر باشد پس به قرض دهنده واجب است که در گذشت یک سال کامل زکات آن مال را پرداخت نماید. دوم قرضداری که به ادای آن قادر نیست و یا قرض خود را انکار کند و اینچنین به بازگرداندن آن شک داشته باشد پس از آن مال زکات نیست مگر بعدی به دست گرفتن آن که فقط زکات یک سال آن را پرداخت میکنید گرچنده در میان چند سال زیاد گذشته باشد. آیا مبلغ زکات از مال قرض دورتر باشد؟ بله، مبلغ نقد که در گذشت یک سال کامل از آن زکات جدا کرده میشود از مال قرض دورتر باشد تا به مثل زکات نقصان وارد نشود. سوال: آیا از مال یتیم، مجنون و مریض زکات برآورده می شود؟ بله، از مال شخص یتیم، مجنون و مریض زکات برآورده می شود برای آنکه زکات حقی مال است. سوال: آیا به چیزهای شخصی خود که آن را استفاده می بریم زکات بدهیم؟ رحمت الله تعالی به بندگان باد که به چیزهای شخصی که هر روز انسان به آن حاجت دارد و آن را استفاده می برد به مثل ماشین، خانه، ساعت و مانند آن اینچنین چیزهایی که برای فروش نیست زکات ندارد. سوال: آیا در زمان قدیم مردم اول قرض خود را ادا کرده پس زکات را می پرداختند؟ بله، در زمان قدیم مردم اول قرض خود را ادا کرده پس زکات را می دادند و آن در نزدشان معلوم بود. همچنانه که در صحیح بخاری در کتاب زکات ذکر شده است و حافظ ابن حجر رحمه الله در تفسیر احادیث این باب میگوید یکی از شرطهای صدقه دهنده آن است که خود و زیر دستانش به آن مال محتاج نباشند. فتح الباری قسم 3 صفحه 189. سوال: آیا زکات مال خود را بر عوض قرض دیگران حساب کردن جایز است؟ زکات مال خود را بر عوض قرض دیگران حساب کردن جایز نیست. سوال: اگر شخص قرضدار زکات خود را به شخص قرض دهنده بدهد پس قرض دهنده از روی وفاداری آن را به قرضدار بازگرداند پس آیا این عمل جایز است؟ بله، چنین عمل جایز است به شرطی که آنها اول اتفاق نکرده باشند و یا به شرط خلاص شدن از قرض نباشد. سوال: آیا جایز است که به شخص قرضدار شرط گذاریم که زکات مالت را در وقت رسیدن به نصاب به من دهی؟ جایز نیست که شخص قرض دهنده شرط گذارد از زکات مال شخص قرضدار را در وقت رسیدن به نصاب بگیرد. برای آنکه چنین عمل زیاده بر قرض بوده، طلب زیاده و یا طلب فایده و یا بالای قرض شرط گذاشتن از ربا و پارخوری است. از الله سبحانه و تعالی از قرضدار شدن پناه می جویم و از جنتش می پرسیم و از دوزخش پناه می جویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.